بازسازی گل 32 متری رونالدینیو در جام جهانی 2002. خب دوستان، همونجوری که داخل یوتیوب و اینستاگرام من نظر سنجی گذاشته بودم، بیشتر از 83 یا 88 درصدشون گفته بودین که این گل رو بازسازی کن، گرچه که من گفتم اگه این گل رو نمیخواین بگین گل دیگه بازسازی کنیم، اما خودتون گفتین که این گل رو بازسازی کن و الان میخوایم بازسازیش کنیم. گل 32 متری رونالدینیو توی جام جهانی 2002 که مقابل انگلیس بازی کردش برزیل و برزیل 2-1 اون بازی رو برد، اگرچه که حالا رونالدینیو دقیقه 50 خورده کارت قرمز گرفت. فقط بهمون کار نداری، پس بدون مطلی بریم سراغ خود بازسازی ببینیم که میتونیم گل رو بازسازی کنیم یا نه. خب دوستان، همینجوری که میبینید کیت های دو تا تیم رو من آوردم، اما زمانی که این دو تا تیم با هم دیگه بازی کردن توی سال 2002 در جام جهانی، کیت برزیل کیت دوش بود و کیت انگلستان کیت اولش بود و ما همینجوری که الان دارید میبینید میریم کیت اینها هم کیت دو میذاریم، دقیقاً کیت هاشون با جزئیات تمام واسه همون موقع است، یعنی هیچ مشکلی توی کیتشون وجود نداره. ترکیب دو تا تیم هم همین الان دارین مشاهده میکنید توی صفحه ترکیب اصلی اون زمانه، اما همینجوری که الان دارین توی بازی میبینید ترکیبشون یه 3-4 تا بازیکن واسه اون زمان نیستن، یعنی من هر چقدر خودم رو کشتم نتونستم بقیه 3-4 تا بازیکنی که باید پیدا میکردم و پیدا کنم، و 3-4 تا بازیکن واسه اون زمانه اما ترکیب اون موقعشون نیستش، 3-4 تا بازیکن پس اینجا ایراد داره ترکیبشون هر دو تا تیم. ضربه اصلی که زده شده توسط رونالدینیو از فاصله 35 یاردی بوده، یعنی یارد رو ما باید تبدیل میکردیم به متر که من فکر کردم و 35 و الان باید ضرب داره فلان کنیم ویسال کنیم که بشه 32. البته من این کار رو نکردم و رفتم توی سایت و از سمت تبدیل یارد به متر آنلاین این رو تبدیل به متر کردم و شد 32 متر. این رو باید بدونید که جای توپش فرقی نمیکنه، توپ همون جایی که بود هست، فقط ما یارد رو تبدیل کردیم به متر که بدونیم از کجا بزرار بزنیم. باز دوباره در این بازسازی ما چیزی که مشکل داریم اینه که توی تمرین نمیشه این رو بازسازی کرد، به خاطر اینکه دروازه‌بان ما باید سلیج کنیم برای، یعنی یه دلایلی داره که بعد بهتون توضیح بدم، و مجبوریم که این رو در بازی واقعی بازسازی کنیم. نگاه کنید توپ دقیقاً کنی از همزاویه این خط طولیه نبوده، یکم اینورتر بوده اونجوری که من فهمیدم، بعد تقریبا میشده اینجا، تقریبا یه همین چیزی دقیقاً اینجا، و ما باید اینجا خطا بکنیم. آقای رونالدینیو بیا ضربه رو بزن. رونالدینیو توی ویدیوی اصلی شمارش 11 بود که اینجا هم شمارش 11 است، سمت چپ پایین میتونید ببینید. ضربه‌ای که ما باید بزنیم، البته اینجا خیلی جلوه، بعد بیان عقب‌تر، ضربه‌ای که ما باید بزنیم دقیقاً باید از کنار این دفاع دیوار دفاعی رد بشه و دروازه‌بان هم دقیقاً روی خط دروازه نیستش، یکم باید سلکت بشه و بره اونورتر، یکم بیا جلوتر که بتونیم از بالا سرش دقیقاً گل بزنیم، و توپ هم باید از سمت راست، دقیقاً از سمت راست دیوار دفاعی بچرخه بره تیر دوی دروازه، نزدیک به تیر ترک بخوره، ببینیم میتونیم در بیاریم یا نه. دقیقاً باید ضربه از اینجا زده بشه و ما باید دروازه بان حریف رو سلیت کنیم، مثل اون چیزی که داخل ویدیو بود باید یک مقداری بیاد جلو و اونجا واسه، اما مشکلی که هست شما نه باید به این ویدیو نمره 20 بدید و باید از 20 کمتر بدین، چون کیت دروازه بان درست نیست و ترکیب دو تا تیم هم درست نیست، اینو در نظر داشته باشید، پس 20 نداریم واسه این ویدیو. ضربه اول باید بزنیم ببینیم که چه جوری میرود، آیا اولین ضربه گل میشود یا که نه. فکر نمی کردم انقدر یه کمی راحت، فکر کنم یکم راحت این ضربه کلا، انشالله که همینجوری باشه و حرف من نقصش در نیاد، در اصل اینه. ضربه بعدی باز دور دروازه ما سلکت، یکم بره اون ورتر و بیاد یکمی جلوتر، البته خیلی هم نباید اونور باشه، دقیقا همینجا حالا ما باید با رونالدینیو از سمت راست این بازیکن ضربه رو بزنیم که بره توی گول، البته خیلی هم نباید من از اون این ورش بگیرم. ها ببینم کجا میره این، چقدر نزدیک زدم، یعنی یکم پایین‌تر بود تمام بودش، حسرتی که خود رونالدینیو میخوره. البته فیس رونالدینیو هم میخواستم بهتون نشون بدم که ببینید واقعا فیس اون زمانش و فیس الانش نیستش که پیر شده شاغلو شده، و این هم نمره باید بدیم بهش دیگه، گرچه که 20 نداره این ویدیو، قطعا نباید 20 بدین چون کیت دروازه‌بان درست نیست، ترکیبشون هم درست نیست، اصلا این ویدیو 20 نداره، یادتون باشه. اینم بگم واسه کسایی که تازه وارد ویدیوی ما شدن، باید بدونید که طبق پارت‌های قبلی باید به بازسازی گلی که من میکنم آخر ویدیو نمره بدین از 1 تا 20. باز دوباره دروازه‌بان سلکت میشود، یک مقدار کم باید بره اون ور، یک کم هم بیاد جلو، یعنی خیلی نکن نباید اون ور باشه، در همین حد، در همین حد که یک کم اون ور باشه، یعنی یک سوم اون وری. دوباره رونالدینیو توپ رو گرفته، ضربه رو میزنه، راحت آقا، انصافا راحته، سختیش فقط اینه که باید دقیقاً بخوره بغل تیرک، یعنی این اگه تیرکه این توره بعد بخوره اینجا، دقیقاً بعد بخوره اونجا. باری دیگر دروازه‌بان سلکت، یک مقدار کمی به اون ور، یک مقدار کمی هم به جلو، خیلی نباید جلو بیاد، خیلی نباید جلو بیاد. حالا باز دوباره با رونالدینیو این برای بازی کن، خیلی خوب زدم، ان شاءالله که گل بشه.
چرا پس گرفت؟ من آوردمش جلو که. باز دوباره دروازه‌بان باید سلکت. یه کلاس من نمی‌بینم. دروازه‌بان سلکت باید بشه، یکم بیاد جلو. دقیقاً هم اینجا میشه دیگه. جاش باید اینجا باشه. همینجا دقیقاً. حالا با رونالدینیو این دفعه دیگه گل نشی دیگه، من میدارم با تو. کم زدم. فکر کنم 10% کم زدم. باید بیشتر بزنم که بالا سرش بود. اگه ردم میشد ازش میخورد به تیر پایین. باری دیگر هری بولش چندومه؟ چهارگاه اول، پس این آخرین کارت قرمزشونه، وگرنه بازی از اول شروع میشه. دوباره دروازه‌بان یک مقداری جلو، خیلی نباید جلو باشه که غیر طبیعی باشه. آقا این تمومه، این گله. خیلی زیاد پر کردم، ولی فکر کنم 5% باید بیشتر پر کنم، چون بازم باید بالاتر بره، ولی نمیدونم چرا میگیره. آقا خیلی زیاد پر کردم، خیلی نباید سمت راست بازیکن بگیرم. بازیکن حریف اگه اینجاست، من از سمت شما دارم میگم، باید دقیقاً از کنارش، باید دقیقاً کنارش هدف بگیرم. من خیلی بیرون هدف میگیرم. آقا بار نمیدونم چندم، فکر کنم بار 1000مه. این رو سلکت میکنیمش، یک مقداری آوردمش جلو. دیگه از این جلوتر فکر نمیکنم بود داخل ویدیو اصلی، اما شما میتوانید ببینید. باید از کنار این بازیکن رد بشه، دیگه باید گل بشه. چرا گل نمیشه؟ این چرا گل نمیشه؟ جدی میگم. دروازه‌بان دوباره سلکت، یک مقداری باید جلو بیاد دیگه. آه اینجا دقیقا همون جاییه که باید میبود. حالا باید مویی از این کنار رد بشه بره تو گل. باز باید بیرونتر رو هدف بگیرم. آقای سیمون سلکت دوباره میآید جلوتر، دیگه باید گل بشه. اگه نشه من واقعا شک میکنم به این بازی. باید گل بشه. متاسفانه تعداد تکل‌ها زیاد بود و ما باید بازی رو از اول شروع کنیم. الان دوباره دروازه‌بان حریف آوردم جلوتر، دیگه اینجا فکر کنم خدایی بهترین جاه. چرا کم میزنی؟ چرا کم میزنی؟ دروازه‌بان حریف سلکت، میخوام جنگی برم سراغش. خیلی اوه کجا داری میای؟ همینجا بتمرگ. خیلی اومد جلوی که مراقب. خب باز دوباره اینجا رو هدف میگیریم، این گل باید بشه. البته نباید این واکنش نشون نده، باید واکنش نشون بده بره سراغ توپ. ما هم داریم بد میزنیم. رونالدینیو به حرف اومد خودش. شماره 11 هم است، همونجا هم شماره 11 بود، اینجا هم شماره 11. مثل پارت قبلی با سازی گل نیست که شماره روبرتو کارلوس اشتباه بود، دو سه نفرم بیشتر نفهمیدن، اما من فهمیدم درستش کردم تو این ویدیو. باز دوباره دروازه‌بان حریف سلکت، یکم میره اونورتر، یک مقداری میاد جلوتر. الان جاش بسیار عالیه. ما با رونالدینیو دوباره این بر هدف، یا علی این گل بشه. گل. آقا واقعا من باور نمیکنم تونستیم به این سادگی گل بزنیم. البته خیلی سختی کشیدیم در راه، اما باز نسبت به ویدیوهای دیگه آسان تر بود. اما خدایی اگر ویدیوی خودشو دیده باشین که من گذاشتم میبینین، حتما دروازه‌بان یکم جلوتر بود، رو خط هم نبود، یکم من اونورتر بود. دقیقا من جاشو درست سر بردم. رونالدینیو چه ضربه ای میزنه این بازیکن. یک بار دیگه با هم دیگه گلش رو ببینیم چیکار کرد آقای رونالدینیو. از زاویه دیگر میبینیم گل رونالدینیو رو زد، قشنگ رفت اونجایی که باید بره. دروازه‌بان هم همون ریاکشن نشون داد، یعنی عمر کامله این بخش، یعنی عمر کامله. دروازه‌بان هم همون ریاکشن نشون داد، دقیقاً ببین، یعنی 1% توپ اشتباه نرفت، دقیقاً خورد بغل تیرک، الکی نزدم تیر رو، دقیقاً خورد بغل تیرک توی تو. از زاویه دیگر باید این گل را دید. دروازه رو نگاه کنید شما، ضربه. بذار اولا بفهمیم که ضربه ای که زده شد از بغل دیوار دفاعی رفته یا که نه. الان میبینیم با هم دیگه، ضربه بعد از بغل دیوار دفاعی رفته باشه. آره از بغلش رفت، خدای جای مناسبی رفت. یه بار دیگه ببینیم از بغل دیوار دفاعی رفته یا نه. اگه نرفته باشه که کنسل کلا قضیه. البته پایین نباید بره، بالاش باید بره. پایین دیگه قشنگ آقا معلومه دیگه. الان شما توپ رو ببینید، یه خطکش بکشین وسط، معلومه که توپ هم بر رفته. یک بار دیگه گل رو میبینیم و هم دیگه. ضربه زیبا، چه گله. فکر کنم از واقعا بین بازسازی گل هایی که کردم این گل
از نحوه زدنش و ریاکشن دروازه‌بان واقعا 20 بود نمرش، اما خود ویدیو 20 نباید باشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما قبل از اینکه ویدیو رو ترک کنید بگین که واسه پارت بعدی بازسازی گل گل کی بازسازی بشه. هر کدومش که کامنت‌های بیشتری واسه اون گل گذاشته باشه من حتما اون گل رو بازسازی می‌کنم. و لایک و سابسکرایب بشن یوتیوب فرام بشن اینستاگرام فالو بکنید سنتر رسیدیم به 60 کا یا 70 کا یا 100 کا. و ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیوهای بعدی.